تو کشور ما قدرتمند نیست علتش چیه؟ عرض میکنم. مشکل اولی همش خود ماها سیاسیون هستیم چرا؟ برای که فعالان سیاسی منافع حزب رو میخوان هزینه های حزب آزم نیستن به پردازن یه مثال خیلی ساده آخر سال 1402 ما انتخابات مجلس داریم دیگه از همین الان ما استان شهر ما کرمونی هستم دیگه شهر کرمان دو تا کرسی داره برای نمایندگی از همه الان 20 نفر به من مراجعه میکنم حال با هنر سرش تو سراس و حزب برای رو مراجعه میکنم میگم ما میخوام که ما کاندیدا بشیم تو از ما حمایت کن میگم چش او بررسی میکنیم هفت هشت از اینا خب از سیاسی و اینا با ما نیستن میگم خوش اومدی شما برید تو حزب رقیب ده تاشون هم موزه ما هستن ما میریم بررسی میکنیم نظر سنجی میکنیم دنبال میکنیم میریم کیا از اینا قابل رای آوردن هستن این مردم بشون رو نشون میدن نهایتا میرسیم به دو نفر میگه ما مثلا پرمی خانم و آقا تقی کاندیدای ما از اون ده نفر این دو نفری که ما کاندیدا میکنیم میگن به به با چقدر آدم خوبیه چیز فهمه از ما حمایت کرد اون هشت نفری که حمایت میکنیم میگن اصلا با چه کار از ما خودمون میرم کاندیدا میشیم یعنی توی دو تا کرسی نمایندگی مجلس ده تا اصولگرا میرن کاندیدا میشن جانب هم اینه. هم که تازه موقعی که رای میارن تازه میرن بالا میگن اصلا چه حزبی چه کشکی چه بشمی با مذر از یه نردمون میرن بالا من دقیق میزن از یه نردمون بسیار از این رو های جمهور ما همینجوری بودن آه خاتمی حتی دوره شما یاد تو شاید نباشه سال 74, 76 ایشون رئیس جمهور شد مجلس شما یه خوده اذیت کرد آخ خاتمی گفت شما شما ها چی میگین خب بریم از حزبیا خودشون میگفت تحکیم وحدت و مجمع رو میگه شما حزبات آلا تو این بریم من بزنیم با 18 میلیون رای خودم خودم میخوام ریاست بکنم شما چرا من اذیت میکنیم احمد اینجا به محض اینکه انتخاب شد که اینا کیا اینا که اصولگرا نیستن من اصلا اینا هیچ رو قبول ندارم تازه از یک نردمون هم که بالی میرن این که گفتم مشکل هز مقیم میتونه توانمند باشه که ضابط من باشه قدرت داشته باشه و بتونه ارنج بکنه بتونه مدیریت بکنه کار رو الان تو مجلس میگن حالا مثلا دویست نفر ما نیرو اصولگرا داریم این دویست نفر گوش بر کدوم حزب میدن